بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولين چیزی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد پنج آیت اول سوره علق نازل شد که الله سبحانه و تعالی می فرماید ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید همان پروردگاری که انسان را از خون بسته آفرید بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است همان کسی که به وسیله قلم نوشتن را آموخت و انسان آنچه را که نمیدانست آموخت مرتبه های دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکم نبوت دوم ترساندن خویشاوندان نزدیکش سوم ترساندن قومش چهارم ترساندن قومی که پیش از او به آنان بیمدهنده آمده بود و آنان همه عرب ها بودند پنجم ترساندن همه کسانی که دعوت او به آنها رسیده است یعنی از جن و انسان تا آخر زمان اکنون مرحله های دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکم دعوت پنهانی در اول بعثت که آن 3 سال بود دوم دعوت آشکارا وقتی که به این امر شد الله سبحانه و تعالی فرمود پس ای پیامبر با آنچه امر شده ای آشکارا دعوت کن سوره هجر آیت 94 اکنون اولین کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند کیها هستند از مردان ابوبکر صدیق از زنان خدیجه بنت خویلد از کودکان علی ابن ابی طالب از کنیزان آزاد شده زید ابن حارثه از غلامان بلال ابن رباح حبشی رضی الله عنهم می باشند اکنون بعضی از سابقان از اولین هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدی کسانی که از اهل خانواده اش ذکر کردیم ایمان آوردند سپس عثمان ابن عفان و طلحه ابن عبید الله و زبیر ابن عوام و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و حباب ابن عرت و صهیب رومی و عمار ابن یاسر و مادرش سمیه و ابو عبیده عمر ابن جراح و عثمان ابن مزعون و ابو سلمه ابن ابوالاسد و عتبه ابن غزوان الله تعالی از همه آنان به یک بارگی راضی بود.